خانم پروانه عارف، زندانی سیاسی چپ در دهه 60 از درامن نروژ با ما همراه شدند. خیلی خوش آمدید خانم عارف. ری شهری اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بود. با توجه به جو امنیتی اون دوران و اینکه شما به هر حال میدونم که در دهه 60 همه رو زندان بودید، اثرات بودن اون در سمت وزارت اطلاعات در زندان ها یا نمودی داشت؟ ببینید، ری شهری بازوی سیاسی سرکوب این حکومت بود. من اسمش رو بازوی سیاسی در عمل میذارم، یعنی آدمی که به راحتی از همون 58 به عنوان حاکم شهر هر جایی که تظاهرات بود، در هر شهری که اعتراضات شروع شد ری شهری بود برای امضای احکام اعدام. سیاست سرکوب سیاستی بود که جمهوری اسلامی از اول پایه‌گذاری کرد، ولی نیاز به عواملی داشتن که این سیاست رو به ظالمانه ترین شکلی پیش ببرن که ری شهری یکی از این عوامل بود. در دهه 60 تاریخی رو در زندان‌های جمهوری اسلامی قلم زد که من تصور می‌کنم در هیچ جای دنیا نمیشه نمونش رو دید. پایه‌گذار سرکوب هر مخالف و یا تواب شدن بود. من تصور می‌کنم که ری شهری توابیت رو شرط برای زندانیان سیاسی گذاشت و این باعث شد که حاکم شهرهای انتخاب بشن و بازجوهایی روی کار بیان و عواملی روی کار بیان که هر کاری رو و هر شکنجه‌ای رو پیش ببرن برای اینکه زندانی رو بشکنن. زندانی یا باید شکسته می شد و یا احکام وحشتناک اعدام بود که هیچ پایه و اساسی برای واقعا احکام اعدام نبود. یعنی زندانی که می خواست بره دادگاهی بشه، در دادگاه های دو سه دقیقه‌ای شما اصلا نمی دونستید که الان این حاکم شهرهایی همچون ری شهری که بعداً یکی از اینا که خودش بود به بالاترین سمت رسید به عنوان وزیر اطلاعات. تصور بکنید که چه شرایطی رو در دهه 60 سیاه میتونست به وجود بیاره. همون اعدام‌های حبل. خانم عارف، اشاره کردید به روش‌هایی که استفاده می‌کنن برای شکستن زندانی ها. یکی از روش هایی که جمهوری اسلامی از ابتدای حکومتش استفاده کرده و هنوز هم شاهد هستیم که استفاده میکنه، فشار بر خانواده ها هست برای شکستن زندانیان. آیا تجربه در این باره خودتون یا همبندیاتون داشتید که بخواید با ما به اشتراک بذارید؟ ببینید، برای تمام جوان های اون دوره که خیلی همون حتی زیر 18 سال بودیم، مثل نقش این بود که در واقع ما اسیر بودیم. برای خانواده این بود که بچه‌هاشون به اسارت گرفته شدن و همین فشاری که روی ما برای تواب شدن و برای همکاری با رژیم توی زندان بود، همین فشار روی خانواده ها بود که به بچه‌هاتون فشار بیارید. و واقعا من میتونم بگم که اگر، یعنی هر موقعی خیلی وقتا تحت شکنجه بودیم و ملاقات هم نداشتیم، ولی اگر ملاقاتی هم داده میشد، ملاقات ها فقط گریه و زاری خانواده ها بود و التماسشون برای اینکه میکشنتون توبه کنید. و یا حالا کلمه توبه نه، ولی ببین چی میخوان بهشون بدین. یعنی از هر دو طرف ما تحت فشار به نوعی بودیم و نمیتونم اینو مقایسه بکنم که چقدر برای ما زجرآور و دردناک بود که به پدر مادر نگاه بکنیم و بگی نمیتونم مادر، نمیتونم. خانواده ها شدیداً تحت فشار بودن، شدیداً، علیرغم اینکه با ماها رشد کردن و در هر دوره شکنجه‌ای که بود، مثلا شکنجه
تابوت ها. خب خانواده میدید که در هر دوره ای که بچهاش نپذیرفته چه نمیدونن که به دوره بعدی میرسه یا نه. برای همین از وحشت میگفتن خب ببینید شرایط اینا رو بپذیرید. و میدونم که خانواده ها با ما رشد کردن، این نبود که این ادامه پیدا بکنه، خانواده ها با ما رشد کردن. من عذرخواهی میکنم، خیلی متشکر از اینکه حضور پیدا کردید در برنامه. پروانه عارف، زندانی سیاسی چپ در دهه 60 از نروژ همراه ما.